اعتصاب در 28 شهر در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. مریم رجوی: درود به عموم مردم کردستان ایران که در اعتراض به حمله موشکی و اعدام‌های جنایتکارانه به پا خواستند. کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در لندن و افشای طرح‌های تروریستی رژیم. سلام بینندگان عزیز، با در یک نگاه در خدمت شما هستم. روز چهارشنبه اعتصاب بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف در کردستان و کرمانشاه گسترش یافت، از جمله در شهرهای سنندج، بوکان، مهاباد، مریوان، پیرانشهر، اشنویه، سقز، کامیاران، ارومیه، بانه، گکتپه قروه، دیواندره، سردشت، دهگلان در استان کردستان و همچنین در نقده در استان آذربایجان غربی و سرپل ذهاب، پاوه، قصر شیرین در استان کرمانشاه، بازاریان در همبستگی با سایر شهرها در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد و تهاجم موشکی به مقر احزاب کردی در عمق خاک عراق دست به اعتصاب زدند و از باز کردن محل‌های کار خود به رغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم امتناع کردند. 21 شهریور 97 ساعت 11 صبح، بازارچه شاه عباسی، قصر شیرین. همه جا غرفه ها تعطیل. همین شهر سرپل زهاو 21 شهریور دوکانگان گشی داخراون. خانم مریم رجوی خطاب به مردم در شهرهای اعتصابی گفت: درود به مردم اعتصابی در سنندج، سقز، بانه، مریوان، مهاباد، بوکان، اشنویه، ارومیه، پاوه و کرمانشاه و عموم مردم کردستان ایران که در اعتراض به حمله موشکی و اعدام‌های جنایتکارانه به پا خواستند. مریم رجوی تأکید کرد شورای امنیت ملل متحد برای توقف جنایت علیه بشریت توسط این رژیم باید اقدام کند. در کنفرانس مطبوعاتی دفتر شورای ملی مقاومت ایران که روز چهارشنبه در لندن برگزار شد، جزئیاتی از طرح‌ها و برنامه‌های تروریستی رژیم آخوندی در اروپا علیه مجاهدین و مقاومت ایران افشا شد. در این کنفرانس لرد مگینس، دیوید جونز، باب بلکمن، خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان و حسین آبدینی معاون نمایندگی شورا در انگلستان شرکت داشتند. در کنفرانس مطبوعاتی دفتر شورای ملی مقاومت ایران در لندن، خانم دولت نوروزی به دو طرح بزرگ تروریستی رژیم علیه مجاهدین در تیرانا و پاریس اشاره کرد و گفت: تصمیم به موج جدید تروریست و مشخصاً بمبگذاری گردهمایی پاریس در شورای عالی امنیت رژیم که ریاست آن را شخص روحانی به عهده دارد گرفته شده است. خامنه ای هم شخصاً این طرح را تایید کرد. مقاومت ایران کروکی و سازماندهی این عملیات تروریستی و دست‌اندرکاران عملیات و به طور مشخص نقش اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم را افشا کرد. ما من شک فی اننا نواجه موجه جدیده من اسکای نیوز به طور مستقیم کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در لندن درباره فعالیت تروریستی رژیم آخوندی را پخش کرد. به گزارش اسکای نیوز دولت نوروزی گفت: بیشک با موج جدیدی از عملیات تروریستی آخوندها توسط عوامل آنها در خارج ایران مواجه شدیم. اطلاعاتی از داخل رژیم ایران وجود دارد که تصمیم به اجرای این عملیات تروریستی از جمله تلاش بمب‌گذاری در تجمع 3 ژوئن 2018 مقاومت ایران توسط حسن روحانی هدایت شده است. زرع قنابل في تجمع في باريس في 30 من يونيو 2018 خلال تجمع المقاومة الإيرانية كان يرعى من السيد حسن روحاني. سفیر آدام ارلی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا، درباره خروج آمریکا از برجام گفت: من با دولت دونالد ترامپ موافق هستم که به درستی گفته است دادن امتیاز به رژیم ایران تنها این رژیم را جریتر کرده است. وی افزود: مادامی که آخوندهای حاکم بر سر کارند، از هر ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی منطقه استفاده می‌کنند. آدام ارلی گفت:
هیچ چیزی کمتر از تغییر رژیم در ایجاد یک سطح قابل قبولی از صلح برای شبه جزیره عربی و خاورمیانه موفق نخواهد بود. جنرال جوزف ووتل، فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کویت مصرانه از کشورهای عرب خلیج فارس خواست برای باثبات‌سازی منطقه علیه تلاش‌های رژیم ایران متحد شوند. وی افزود دو تهدید ادامه دار امنیتی ما در این منطقه رفتار بی‌ثبات کننده رژیم ایران و سازمان‌های بنیادگرا و خشونت طلب هستند. با سپاس از همراهیتون تا در یک نگاه دیگر، خدا نگهدار.